بچه ها توی این قسمت میخوایم درباره تریکودینا یک آغازی مژک‌دار هتروتروف صحبت بکنیم. ولی قبل از اینکه بخوام تریکودینا رو بررسی بکنم، میخوام یه نکته‌ای در رابطه با سلولایی که توی کتاب مطرح شده و تاجک دارن بگم که اینا رو همه رو شما به صورت دسته‌بندی شده و جامع یه نقطه متمرکز بلد باشین و داشته باشین. نگاه کنیم. گفتیم گیاهان مثل گیاهان ابتدایی نظیر سرخس و خزه آنتروزویدشون یا گامت نرشون تاجک داره. یا تو جانوران گامت نر مثلا اسپرم توی انسان دیدیم که تاجک داره که دور اون تاجک رو هم در واقع غشا گرفته بود. یا تو سلولای کیسه گوارشی هید دیدیم که برخی از سلولاش تاجک دارن، حالا یه دونه، بعضی از سلولاش یه دونه، بعضی از سلولای دیگه متعدد بودن. اما تو یه سری از آغازیان مثل اوگلنا دو تا تاجک داره، یه تاجک بلند یه تاجک کوچیک داره. تاجک داران چرخان اغلبشون دو تا تاجک دارن. یا مثلا کلامیدوموناس به عنوان یه جلبک سبز تکسلولی دو تا تاجک داره. یا یه سری دیگه از آغازی ها هستن مثل تاجک داران جانور مانند که اونا گونه هاشون متعدده، تعداد تاجک میتونه یه دونه یا تا هزاران عدد باشه. یا گامت نر هاگداران، مثلا ما یه هاگداری رو میخونیم تو فصل 10 کتاب پیش دانشگاهی به نام پلاسمودیوم فالسیپاروم که اون گامت نرش یه دونه تاجک داره و بعضی از آغازی هم در واقع تاجک دارن. وولوکس رو گفتیم که سلولش دوتا تاجک داره، گامت نر هاگداران و هاگ کاهوی دریایی. بچه ها به هاگ کاهوی دریایی میگیم زئوسپور که تعداد تاجکاش 4 عدده. یا گامت کاهوی دریایی هم در واقع دوتا تاجک داره و تاجک داران جانور مانند. پس این نکاتیه که شما باید به صورت جامع در رابطه با سلولایی که تاجک تو ساختارشون وجود داره بلد باشین. اما درباره خود تریکودینا گفتیم از آغازیانه، پس هسته و اندامک سازمان یافته داره، تک سلولیه، تو آب زندگی میکنه، مصرف کننده است و از مژک‌دارانه، پس عامل حرکتش مژکه. گفتیم دارای دی ان ای خطیه، بله دی ان ای خطیش داخل هسته است. ریبوزومش به خاطر اینکه یوکاریوت بزرگ و پیچیده است، اما ریبوزومای ساده هم قطعا تو میتوکندریش داره. هسته بزرگ هلالی شکل و هسته کوچیکی داره که توش ژنای اصلی قرار گرفتن. گفتیم علت تخصصی بودن اون داشتن موجک برای حرکت خودش و همچنین به سمت خود کشیدن باکتریا برای تغذیه است. پس نشون میده داره از باکتریا تغذیه میکنه. و دارا بودن دهان سلولی و خارهای اتصال دهنده برای چسبیدن به سطوحه که فرفروار روی اون حرکت میکنه. پس یه حرکت چرخشی داره، میتونم بگم شبیه تاجکداران چرخان، شبیه وولوکس میمونه. و با ماهی گفتیم رابطه همزیستیش از نوع همسفرگیه. گفتیم تریکودینا و جسم گلجی با استفاده از میکروسکوپ نوری کشف شدن. این مهمه. موجک در قسمت بالایی و خارهای اتصال دهنده در قسمت پایینی جاندار قرار گرفته. از طریق واکوئل غذایی به همراه لیزوزوم کمک میکنه که واکوئل گوارشی و نهایتاً گوارش درون سلولی توش اتفاق بیفته. گفتیم اکسیژن از طریق انتشار دریافت و کربن دی اکسید رو هم به همین طریق دفع میکنه. پس انتشار ساده رو هم ما توش میبینیم. موجک توی تریکودینا گفتیم از تعدادی میکروتوبول تشکیل شده که سانتریول ها در تشکیل اون دخالت دارن. بعضی ژن‌های موجود در دی ان ای تریکودینا شکل و ویژگی‌های ریخت‌شناسی سلول رو تعیین می‌کنه. بچه‌ها گفتیم شکل ظاهری یک صفت رو میگیم فنوتیپ. پس برای اینکه در واقع ویژگی‌های ریخت‌شناسی یا فنوتیپش رو بررسی کنیم، اون کسی که باید دستور بده کیه؟ ژن‌ها هستن که به صورت اطلاعاتی توی دی ان ای قرار گرفتن. گفتیم بعضی از ژن‌های دیگه با تنظیم تولید پروتئین‌های اختصاصی شکل و کار سلول رو باز تخصصی‌تر می‌کنن. گفتیم اغلب تولید مثل غیر جنسی داره، اما توانایی تولید مثل جنسی رو هم داره. دارای دیواره سخت اما انعطاف‌پذیره، مثل پارامسی که یک موجک‌دار دیگه‌ایه. و دارای واکوئل ضربان‌دار هم هست، به خاطر اینکه این تک سلولی توی آب زندگی میکنه. واکوئل غذایی رو هم میتونه تشکیل بده که با لیزوزوم ادغام بشه و تشکیل واکوئل گوارشی رو بده. گفتیم بیایم سلولایی که تو انسان مثل تریکودینا موجک دارن رو بررسی کنیم. سلولای پوششی مجاری تنفسی
کمک میکردن تو دفاع غیر اختصاصی، این زنش مژک ها به سمت بالا و پایین، به ویژه اون قسمتی که تو ناحیه حلق بود، کمک میکرد به خروج خلط. سلولای لوله فالوپ مژک داشتن، کمک میکرد به حرکت تخمک که به سمت رحم حرکت بکنه. سلولای مژکداری که در واقع به عنوان گیرنده مکانیکی درون گوش درونی بود. اما تو جانوران هم ما سلولای مژکدار داریم، مثل عروس دریایی که ساده ترین دستگاه گردش مواد رو داره، مثل یک مژکدار دیگه‌ای که اونم یه آغازی هتروتروفه، مثل گیرنده های مکانیکی که در خط جانبی ماهی وجود داره و اصطلاحا بچه‌ها بهش کاپولا میگن. گفتیم مژکداران از پیچیده ترین و غیر معمول ترین آغازیان به حساب میان. از این جهت داریم میگیم که جزء آغازیانی هستن که در واقع دو تا هسته دارن. سیکل یا چرخه جنسیشون نسبت به آغازیای دیگه گستردگی بیشتری داره. از این جهت کتاب میگه پیچیده ترین و غیر معمول ترین آغازی به حساب میان. پس نکات بسیار مهمی درباره تریکودینا یاد گرفتیم.